مکمل دستایت فراخم نکو که بعد پشیمان ناامید بشینی. معنا این است که در باب انفاق و صدقه حد اعتدال باید در نظر گرفته شود. حالا که این آیت را دوستان فقیر و مستمند بشنوند ممکن رنج شوند. دوستان فقیر و مستمند بشنوند ممکن رنج شوند، بگویند ولایی بسیار عجیب شد، به مراحل نیکی و احسان رسیدن بدون نفقه نمیش، نفقه را باید محبوب ترین مال باشه، حالا ما که مال ندارم نفقه نمی کنم، از این درجه محروم هستم، از این درجه چیستم؟ محروم. در این رابطه در عصر جواب اینها را باید داد. لن تنالو، هرگیز در نمی آبید شما، هرگیز نائل نمی شوید شما، هرگیز به دست آورده نمی توانید شما البر نیکی کامل را، درست نیکی را در باب صدقه و انفاق. حتی تنفقو، تا زمانی که شما مصرف می کنید، مما تحبون، از محبوب ترین مال شما. حاصل ای شد تا زمانی که محبوب ترین مال بر رضای پروردگار مصرف نشود، انسان به مقام بلند نیکی رسیده نمی تواند. یک مثلا، و ما تنفقو من شیئین، به شرط آن چیزی را شما مصرف میکنید یک چیز، پس و این الله به علیم، الله به او دانا هست. جزا معذوف علت قائم مقام او است. چیزی کم یا زیاد را که در راه الله مصرف کنین، الله سبحانه و تعالی به او چی است بگو؟ دانا است. این بود ترجمه لفظیه برای آیت. نکات مهم را در اینجا متوجه باش. در آغاز همان طوری که دین ما دین اعتدال پسند است، دینی چی است؟ اعتدال پسند. در صدقه اعتدال را باید در نظر گرفت. نکته اول امیست، در صدقه اعتدال را باید در نظر گرفت. قرآن گفته در سوره اسراء، ولا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک، دستانت را بسته شده به عنق و به گردن مگردان. این رقم قایم گرفته جیبایشه که یه گروپه هم مصرف نمیشه. ولا تبسطها کل البسط، مکمل دستایت فراخم نکو که بعد پشیمان ناامید بشینی. معنا این است که در باب انفاق و صدقه حد اعتدال باید در نظر گرفته شود. بلند بگو چی؟ حد اعتدال. و کذالک جعلناکم امتا وسطا. و اگر قضیه ابو بکر صدیق را گفتن، او قضیه شخص است، او شریعت عامه نیست که تمام دارایی خود به رسول الله صلی الله علیه و سلم تسلیم کرد، گفته خانه الله و رسول ماندیم، او قضایای شخصیه هست، شریعت عامه نیست، عقیده های ما با او برابری نمیتواند. یک دوم، یادتان باشه محبوب دیگه چیز است، بیش قیمت دیگه چیز است. محبوب دیگه چیز است، بیش قیمت دیگه چیز است. ایتو نمیشه که هر آنچی بیش قیمت است همون باید مصرف شوه، به این معنا نیست. محبوب دیگه چیز است، بیش قیمت دیگه چیز است. انشاءالله دگب رسیدین یا نی، محبوب امرای بیش قیمت چی داره؟ فرق داره. خدمتتان عرض کنم یک کتاب در بازار عرضه میشه، کتابی است که در بازار خرید و فروش میشه، ولی قیمتش 9000 است. قیمتش چند هزار است؟ 9000 است. اما تو از استاد خود یک نوت داری، از استاد یک نوت داری مطابق به حسب برداشت، قیمت نداره، بسیار کپی کنی 200-300 افغانی میشه. زمانی که همی که نوتی تو گم میشه خیلی جگرخون میشه، برای این که در بازار دیگه نیست،
اما کتاب نوازاری اگر از بین برا میگه خیر در بازار است، خدا مهربان است، در حالی که قیمت 9000 کتاب بالا است، در محبوبیت نوت تو بالا است. ان شاء الله دگب رسیدین یا نه؟ دگب رسیدین نه؟ پس به این اساس میان محبوب بیش قیمت فرق باید کرد. حالا قرآن به ما ایتو نگفته که هرگز به مقام بلند احسان رسیدگی نمیتوانین تا زمانی که بیش قیمت در راه الله مصرف نکرده باشی، ایتو نگفته، بلکه محبوب گفته. محبوب چی گفته؟ محبوب. برای ثبوت این مطلب ما می رویم سراغ زندگی صحابه رضوان الله تعالی علیهم. سراغ کی می رویم؟ بگونه زندگی صحابه رضی الله تعالی عنه. اول درست یک اشاره کنیم، باز تحقیق فرق محبوب می آید. سعی کنین شما. جناب ابو طلحه، زید ابن حارثه، عمر فاروق رضی الله عنه، بعد از نزول این آیت چی زندگی سرشاری هست، چی شور و جذبه هست، چی علاقمندی تمامی هست. جناب ابو طلحه رضی الله تعالی عنه یک باغ دارد. جناب ابو طلحه رضی الله تعالی عنه یک باغ دارد. بعد از نزول این آیت نزد پیامبر علیه السلام می آید که محبوب ترین مال من باغ من است. محبوب ترین مال من باغ من است. اینمی باغ در راه الله قربان شود، در راه الله مصرف شود. سبحان الله. خیر، قصه دراز است، در همینجا اکتفا میکنم. بحث ما سر این است، از لحاظ قیمت به ما معلوم نیست که آیا دیگه چی چیزی قیمتی داشتن یا نی. خب به این معنا که محبوب ترین مال جناب ابو طلحه چی بوده؟ باغش. فلحاظ آماده شد که محبوب ترین مالش در راه الله مصرف کنه. اینالی یک طرف گپ محبوب اشاره کردم که بیش قیمت نه، محبوب. طرف دوم شور و جذبه سرشار صحابه را که بعد از نزول آیت در عمل مسابقه میزنن. بعد از نزول آیت در عمل مسابقه میزنن. یک، زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه نزد پیامبر علیه السلام می آید. زید ابن حارثه نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم می آید، میگه محبوب ترین مال من اسب من است. این اسب من در راه الله فی سبیل الله وقف و هبه و تملیک به و رضای الله است. بس حالا سعی کنید، ممکن از اسب بالا قیمتی تر داشته باشه، ممکن از اسب بالا قیمتی بهش قیمت داشته باشه. خب جنابشان محبوبیتی که به اسب داره گپی جدایی است. اما یک نکته یادتان باشه که ما و شما گفته بودیم که محبت خاص بر رضای الله است. این طرف صحابه را شور و جذبهشان را بیان میکنیم، این طرف محبتشان را به باغ و اسب. ما و شما سه تقسیم کرده بودیم، یکی الحب فی الله، الحب لله، الحب مع الله. ما نمیگیم که از اسب نمیشه، ما نمیگیم از باغ نمیشه. اسب و باغی که بر رضای الله مصرف میشه، و اسب به خاطر خدا دوست داره که آله جهاد است، و باغ به خاطر الله دوست داره که سیستم روزگار و خدمت به مجاهدین از او شروع میشه. هدف بر سر فرق میان بیش قیمت و محبوب بود. سوم، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد، گفت محبوب ترین چیزی من یک کنیز است. کنیزی است که نهایت خدمتگار است، کنیزی است نهایت خدمتگار است. این کنیز در حالی که قیمتش به باقی دارایی عمر نسبت شود ناچیز است، اما بیشتر محبت و میلانش به این هست. فلهذا جناب رسول صلی الله علیه وسلم ایرا دقیقا قبول میکنه که بله، برداشت شما لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نگفت که مما یکون قیمتها عالیه، این رقم خود نگفت. پس فلهذا به این نکته ها متوجه شدید. استاد من سه مثال نشان دادم. بعد از این یک مسئله دیگر شد. حالا که این آیت را دوستان فقیر و مستمند بشنوند ممکن رنج شوند، دوستان فقیر و مستمند بشنوند ممکن رنج شوند، بگوین ولایی بسیار عجیب شد، به مراحل نیکی و احسان رسیدن بدون نفقه نمیش، نفقرم باید محبوب ترین مال باشه، حالا ما که مال ندارم نفقه نمی کنم،
از این درجه محروم هستم، از این درجه چیستم؟ محروم. در این رابطه در عصر جواب اینها را باید داد. در عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم فقرای مهاجرین نزد پیامبر آمدن گفتند، ملتای انصار ثروتمند بودند، مراتب را درجات کامله را اونا به دست آوردن، در راه خدا مصارف کردند. ما کسایی هستیم به روزگار خود ما بند هستیم، چی جایی رسد که در راه الله مصرف کنیم؟ احادیث صحیح است. جناب پیامبر علیه السلام گفت هر تسبیح شما سبحان الله صدقه است، هر تکبیر شما الله اکبر صدقه است، نفلیاتتان صدقه است، بالکل بالکل. و یطعمون الطعام علی حبه است، لکن همو تکبیر و چیزای شما چی است؟ بگونی صدقه است، صدقه. بعد اینا که شروع کردن بار دیگر آمدن گفتن یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ملتای پیسدار هم از این قضیه خبر شد، اونا هم صدقه میکنن هم تسبیح و تکبیر و لا اله میگن، ما صدقه نمیتونیم. پیامبر نازنین علیه السلام گفت با در این باب ذالک فضل الله یوتیه من یشاء، این فضل الله است که به کسی میده. دیگه در این رابطه با ما نزاع و جنجال نیست، نعوذ بالله. پس به هر صورت هدفم در اینجا بود کسایی که توانمندی صدقه و تصدق را ندارن از کار مسنونه ای که از طرف پیامبر مانده بزرگترین صدقه و تصدق است. به هر صورت محبوب از کار، محبوب از جنس همانا چیزی است که محبوب است، ضرور نیست که از همه بیش قیمت باشد، به رضای الله مصرف شود. انشاءالله به قبر رسیدین. اینک مسئله بود.